همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه میشه. احمد، ارزیابی ها چه هست از گزارشی که CNN منتشر کرده؟ آخرین های مذاکرات در وین چیه؟ پویا، بذار اول از بنیاد هاینریش بول بگم که یکی از اتاقای فکر بسیار تاثیرگذار در آلمان هست. اونها معتقدن که اون چه که مقامات جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده در واقع مغایر با ادعاهای اونها در خصوص همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و خب این نشون میده که مقام جمهوری اسلامی ایران نمیخوان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. اما در خود گزارش CNN هم همونطور که اومده این مقام گفته که در واقع ما تا زمانی که گفتگوها ادامه داره این تصاویر نمیدیم این داده ها رو و در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسه این تصاویر در اختیار بازنشستگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و خب ناظران سیاسی میگن که این در واقع به خاطر تحت فشار قرار دادن مقامات اروپایی عضو برجام برای اینکه اونها هم مقامات آمریکایی تحت فشار قرار بدن تا خواسته های مقامات جمهوری اسلامی ایران رو بپذیرند. خب میدونیم که خواسته عمده اونها هم برداشتن تحریم های بیت رهبر جمهوری اسلامی و همچنین افراد و شرکت های مرتبط با اون و همچنین تمام تحریم هایی که در زمان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آلمان اعمال شده. با این حال اروپایی ها معتقدن که اون چه که مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام میدن در واقع تحریک آمیز هستش و باعث ضربه زدن به گفتگوهای هسته‌ای خواهد شد. خانم جن ساکی هم که واکنش نشون داده، او هم گفته که اگر مقامات جمهوری اسلامی در واقع به این اقدامات خودشون ادامه بدن باعث خواهد شد که نتونیم به توافقنامه سال 2015 یا همون برجام برگردیم و اساسا اون چه که داریم در وین مذاکره میکنیم به خاطر این هستش که مشخص بشه که آیا مقامات جمهوری اسلامی چقدر با سلاح هسته‌ای فاصله دارن. در نهایت اگر بخوام به مذاکرات اشاره بکنم، تمام مذاکره کننده ها تاکید دارن که پیشرفت داشتیم، اما یک اختلاف عمده وجود داره و اون همین هستش که کشورهای اروپایی معتقدند جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیره که اون اقدام از تصمیم سیاسی خودش رو بگیره و اینکه اونها منتظرن ببینن که آیا رئیس جمهور جدید ایران اون چه که داره در وین مذاکره میکنه اون رو میپذیره یا نه. ممنونم همکارم احمد صمدی در برلین.